امروز چهارمین روز جشنواره فیلم فجر 40 و اینجا سالن همایش‌های برج میلاد. ادامه اکران فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر، دو فیلم ملاقات خصوصی به کارگردانی امید شمس و فیلم ماهان ساخته حمید شاهادمی اکران شدند. این فیلم در ژانر درام ساخته شده و اولین تجربه فیلم بلند شمس محسوب میشه. داستان فیلم ملاقات خصوصی درباره رابطه عاشقانه و بسیار پرتلاطمه و بازیگرانی مثل هوتن شکیبا، پریناز ایزدیار، رویا تیموریان، سیاوش چراغی پور و ایمان شمس در اون ایفای نقش کردند. اونطور که از سوالات اصحاب رسانه و نظراتشون در نشست پرسش و پاسخ برمی اومد، نگاه ها به این فیلم تا کنون مثبت بوده. طبق گفته شمس، داستان فیلم از اتفاقهای واقعی است که در زندان ها رخ داده و برگرفته از محیط اجتماعی که در کودکی در اون بزرگ شده. چیزی که در واقع تو این فیلم هست اینه که همه شخصیت ها در واقع یه پتانسیلی دارن که تو شرایطی قرار گرفتن که متعلق به اون شرایط نیستن. ببینید، ما چند سال پیش من با علی سراهنگ یه مستندی رو کار میکردیم که توی در واقع زندان ها میگذشت و خیلی فضاهای متفاوتی رو تو زندان های مختلف تجربه کردیم و به یه سوژه اونجا برخوردیم که برای همین نوشیم برگرفته از واقعیت. یه بخش عمده از در واقع فیلم خیلی مربوط میشه به زیستی که منم تو اون محله بزرگ شدم. یعنی این محله‌ای که تو فیلم می‌بینید خود محله‌ایه که ما اونجا زندگی می‌کردیم. یعنی هنوزم خانواده‌ام اونجا زندگی می‌کنه. چیزی که حالا برای من همیشه غریب بود، در طول فیلمبرداری همش به این فکر می‌کردم که این مکانی که ما الان توش هستیم بعد از کار ما سری زندانی اونجان که واقعا خب فضای تلخی آدم اذیت میشه. امیدوارم تونسته باشیم یه بخشی از این فضا رو ساخته باشیم و باورش کرده باشیم. ما در رابطه با فیلم ملاقات خصوصی به واقع انتظارات من رو در مورد یه فیلم اولی برآورده کرد. فیلم یک ساختار منسجم داشت، یک ابتدا و انتها داشت، قصه گویی داشت، روایت درست و به جا و منطقی داشتش. پازل های فیلم کنار هم خوب چیده شده بود. هیچ کدوم از بازیگرها به لحاظ بازیگر بودن و حالا سیمرغ داشتن یا نداشتن از دیگری جلو نمیزد. نقش‌ها و کاراکترها خوب روایت شده بود. گرچه من بیننده اونور زندان رو نمیشناسم، نمیدونم واقعا روابط ملاقات‌های خصوصی یا رفت و آمدها توی یک فضای زندان اینجوری هست یا نه. گرچه مهمم نیست، چون در نهایت به من مخاطب ایده پردازی جدید کارگردان رو توی این فیلم داد. من با این فیلم خندیدم، با این فیلم گریه کردم، با این فیلم یه سری لحظات و تجربه نشده رو در واقع دیدم. از همه مهمتر وقتی داشتم تیتراژ رو نگاه می‌کردم دیدم کارگردان مشاورش رو آقای ارک انتخاب کرده، کارگردان فیلم پوست، و دیگه خیالم انگار راحت شد که به هر حال یه فیلم مطمئن و خوبی هستش. پریناز ایزدیار مناسب درست کار کرده بود، آقای شکیبا درست و مناسب کار کرده بود، بازی ها به هیچ عنوان اغراق شده نبود و ما نمیمانیم بگیم عجب بازی خوبی، میگفتیم عجب فیلم خوبی، کلیتش خوب رهبری و هدایت شده. من به امید شمس تبریک میگم و امیدوارم از این به بعد پرقدرت‌تر از فیلم ملاقات خصوصی وارد عمل بشه. اما فیلم دومی که امروز در کاخ اصحاب رسانه اکران شد، ماهان، ساخته حمید شاهاتمی، فرزند علی شاهاتمی، کارگردان سینما و تلویزیونه که البته تهیه کنندگی این اثر رو هم بر عهده داره. فیلم درباره رویارویی یک بازیگر تئاتر با بیماری سرطان و طبق گفته شاهاتمی قرار تمام درآمد فیلم صرف هزینه درمان کودکان سرطانی بشه. این فیلم از حضور چهره‌های جوانی مثل امیررضا نظری، نگار جوکار و وحید رحیمیان بهره برده.
طبق نظر اهالی رسانه و روزنامه نگاران منتقد، فیلم ماهان رسالت بسیار خوبی داره و قابل احترامه، اما شایسته حضور در جشنواره نبوده و مناسب اکران در سینماها نیست. واقعیتش این که این کار نزدیک به 2 ماه و نیم طول کشید. بیش از 20,000 کیلومتر ما مسافت طی کردیم برای ساخت این فیلم و پیش تولید سختی رو هم داشته، ولی در نهایت نزدیک به 3 میلیارد کل هزینه این فیلم با تمام پروداکشن هایی که دیدین توی فیلم بوده. گفتم فیلم رسالت خوبی را برای خود برگزیده است، اما محصول نهایی بسیار کمجان است. معلوم نیست چرا به جشنواره راه پیدا کرده. در رابطه با ورود فیلم به جشنواره، خب طبیعتاً این که فیلمی وارد جشنواره میشه یه فیلمی وارد نمیشه به معنای نیست که اون فیلم بهتر از فیلم‌های دیگه بوده. طبیعتاً سلایق داورهای انتخاب فیلم شاید به سلیقه من نزدیک‌تر بوده و الزاماً من فکر نمی‌کنم فیلم من از فیلم‌هایی که وارد جشنواره نشدن فیلم بهتری بوده. خیلی سوال خنده دار و عجیبیه، یعنی باورم نمیشه یک خبرنگاری به خودش اجازه بده یه چنین سوالی رو بکنه. کجای این کار سفارشیه؟ سر تا سر فیلم داره در مورد امید صحبت میکنه، فیلم داره یک تصویر درخشانی رو از مذاهب نشون میده، فیلم داره موضوع سرطان رو همونطور که بچه ها گفتن بدون این که ورود بکنیم به سیانمایی در مورد سرطان، داریم یک فیلم سالم، یک فیلم با تصاویر درخشان نشون میدیم. کجای این فیلم بوی سفارش میده؟ سفارش کجا؟ آره اگر خیلی رک بخوایم تو این جلسه با هاتون صحبت کنم میگم آره این کار از طرف خدا به من سفارش شده و خوشحالم که تونستم که این کار رو، این سفارش رو به نوع احسن انجام بدم. فیلم پدر پسری رو از این جهت دارم میگم که بالاخره یک پشتوانه قوی فکری و عملی تو ساخت فیلم وجود داشتش در مورد ماهان، اما با توجه به این پشتوانه به لحاظ موقعیت پرداخت سینمایی و حتی روایت قصه نتونسته بود اونطور که باید کار رو از آب در بیاره و فیلم موفقی باشه، و به عنوان فیلم اول حتی قابل قبول نبود. شاید میتوانست یک تلفیلم خیلی خوب باشه، اون هم با یک پرداخت بزرگتر، با یک پرداخت ریزتر و کارآمدتر. یعنی باید دوباره فیلم تدوین می شد، برخی از شخصیت ها باید پخته تر عمل می کردن. یکی از بزرگترین ضعف های فیلم این بودش که فیلم روایت قصه نمی کرد، فیلم تئاتر بود و داشت تئاتر بازی می کرد، در حالی که مدیوم تئاتر با مدیوم سینما زمین تا آسمان متفاوت هستش. تئاتر رو ما انتخاب می کنیم بریم زنده ببینیم، بریم یک کار روی صحنه ببینیم، و زمانی که اسم فیلم و سینما میاد ما انتظار قصه گویی، انتظار روایت، انتظار خیال پردازی روی پرده نقره‌ای رو داشتیم و داریم. فیلم ماهان با اینکه به لحاظ فیلم اولی بودن من تحسین میکنم به خاطر جرأتی که پیدا کرده بود که این فیلم رو بتونه بسازه، اما در واقع از جهت کارگردانی و پرداخت شاید نیاز به یک پختگی مضاعف داره. شاید پدر باید بیشتر روی در واقع بحث کارگردانی و آموزش سینما آقای شاه حاتمی کار بکنه. من امیدوارم در آینده فیلم‌های خیلی بهتر و موفق‌تری از آقای شاه حاتمی پسر ببینیم. امروز یکی از کم خبرترین روزهای جشنواره طی 4 روز اخیر بوده و تماما متعلق به کارگردانهای فیلم اولی بود. تا امروز بزرگترین نقد وارد شده به جشنواره پذیرش فیلم‌هایی است که از سوی هیئت انتخاب پذیرفته شدند. فیلم‌هایی که هنوز نتونستند نظر اهالی رسانه را به خودشون جلب کنند.